میره. من منشور نظری هستم، 7-8 سال کمک داور بودم در لیگ برتر و طبیعتاً بازی‌های زیادی برای پرسپولیس استقلال بودم. اتفاقا یکی از داورایی که اکثریت بازی ها من باش بودم همین آقای مسعود مرادی بود. دوستان راجع به علی نیکبخت میخواییم صحبت کنیم. من هر موقع یاد علی نیکبخت میفتم اون گلی که تو استادیوم آزادی به الاتحاد زد اصلا تنم مرمور میشه. اگر یادتون باشه آقای نوازی با پشت پا یعنی 3-4 نفر داشتن میرفتن، با پشت پا یه پاس داد برای آقای اکبرپور، 4-5 نفر همینجوری رفتن، به قول فوتبالی ها رفتن فضا تا آقای اکبرپور وقتی سان کرد. شما اگر دقت کنید این علی نیکبخت این عقاب رفت بالا، توپی که داشت میومد یه توپ یواشی بود، یعنی شما فقط سر رو میزدی شاید دروازه‌بان میگرفت، ولی علی نیکبخت رفت بالا این وسط ها کمر رو قرص داد با چنان ضربی زد یعنی استادیوم ترکید. من واقعا الان داره موهای تنم مرمور میشه. اینه که واقعا هر بازیکنی یک چیزی یک خاطره داره برای ماها که آقای خداداد با قول معروف اون بازی استرالیاش، آقای علی کریمی اون توپی که بازی با عراق سر خط نگه داشت، تمام ملت ایران داشتن سکته میکردن، نگه داشت یواش زد. علی نیکبخت هم اون بازی و اون گل واقعا برای من خاطره بود. دوستان یه تو این 7-8 سال بازیکنایی که معروف بودن من یک کلمه میخوام از خودم در بیارم، یکی خوش معترض، یکی بد معترض. بد معترض این اونایی بودن که بد اعتراض میکردن، اصلا به دل آدم نمیشست، یعنی رو تو بر میگم، من مثلا رومو بر میگردوندم. اما علی نیکبخت از اون خوش معترضا بود، از اونایی بود که داور اذیت نمیکرد، اعتراض میکرد ولی داور اذیت نمیشد. مثلا یه بازی، من نمیدونم کدوم بازی بود، زمین تختی، اگر تماشاگرها و بیننده ها متوجه باشن در زمین تختی یه شماره یک داریم، یه دونه هم شماره دو اون ور. علی نیکبخت دفاع بود، بعد من آفساید گرفتم، گفت آقا چرا آفساید؟ گفتم آقا اون طرف، گفتم آفساید نگرفتم، گفت آقا نظر چرا آفساید نمیگیری؟ گفتم اونها اون دفاع شما اون آخر پر کرده. گفت کدوم؟ یه اینجوری نگاه کرد که آقا نظری اون مال زمین شماره دوه، یعنی خیلی شوخ بود. حالا میگم مثلا خوش معترض خود آقای خداداد عزیزی، آقای خداداد خان بازی فولاد و پاس زمین دستگردی یادتونه؟ میخوام بگم خوش معترضی. دوستان آقایون بینندگان، بازی پاس و فولاد نمیدونم یادم نیست تو دستگردی آقای میرزاپور، یعنی آقا خداداد عزیزی ازش رد شد. آقا میرزاپور تقریبا یه خم رو گرفت، تبدیل به دو خم، برد بالا میانکو 5 امتیاز، ولی خب داور ما حالا اسمشو نمیارم نتونست تشخیص بده، حالا یا زاویهش بد بود نتونست و ما هم نتونستیم از اونجا پرچم بزنیم، یک بقول معروف پنالتی بسیار آش معترض. آی فلان. ولی آقا خدا دا هیچی ندید؟ آقا نظری شما هم ندیدی؟ هیچی دیگه گذشت، یعنی یک صحنه مهم و اینجوری گذشت. اتفاقا 3-4 دقیقه بعد دیدم که اینجوری داره به قول معروف با پای راستش هی داره میلنگه. بازیکن‌ها بهش گفتن که آقا خدا داد پا چی شده؟ گفت بابا دست میرزاپوره، آقا میرزاپوره، یعنی هنوز در نیومده. حالا چون صحبت راجع به آقا نیکبخته، یه بازی آقا نیکبخت، علی آقا، اولا که نیکبخت واحدی در لحظات معمولی نیکبخت واحدی بود، هر موقع گل میزد گزارشگر ما خیلی با هیجان واحدی نیکبخت، نیکبخت واحدی، حالا ما نمیدونیم بالاخره، ولی فکر کنم اسم اصلیش نیکبخت واحدیه. علی آقای نیکبخت بازی استقلال و فولاد یادته؟ توی چیز برگزار نشد، تو اهواز برگزار نشد، رفتیم دسفول. علی آقای خسروی هم داور ما بود با آقای اسماعیل سفیری. 5-6 دقیقه از بازی گذشته بود، علی خسروی عزیز که خیلی دوستش دارم اومد به من گفت که منوچه آقا نیکبخت اومده گفته که یه رو با آخر یه کارتی به ما بدید. گفتم که برای چی؟ دوستان علی نیکبخت خیلی از هواپیما میترسه. آقا نیکبخت یادت هفته بعد میخواستی بری اصفهان، آقا یه رو با آخر، من گفتم علی من چیکار کنم؟ گفت
ببین چون ناظرم اون بالا نشسته واقعا باید کارت داشته باشه که کارت بدیم، وگرنه کارت بی خودی که ما نمیدیم. گفتم باشه علی، حالا اگر طرف من اتفاق افتاد من پرچم میزنم، طرف خودم اتفاق افتاد کارت بده دیگه. یه رو باخر یعنی 75 دقیقه بالاخره بازی کرد. گفت اگر از اون لحظه اول کارت بگیرم ممکنه دو اختاره بشم. یه رو باخر درست جلوی من، دوستان آقا مظفری میدونه وقتی بگیری ول کنی کارت نداره، ولی وقتی مثلا بگیری نگه داری کارت داره. علی نیکبخت بازیکن طرف رو گرفت یه لحظه متابل کرد، بعد یهو خیلی خوشحال نگاه به علی که یعنی داره بیا کارت بده. علی گفت منو چه کارت بدیم؟ گفتم نه، گرفت ول کرد. علی نیکبخت گفت چی میگی گرفت ول کرد؟ ای بابا. آره خلاصه یه 4-5 دقیقه بعدم دوباره دید، یعنی یه نگاه به ساعت کرد دید ای بابا 3-4 دقیقه بیشتر نیست و کارت میگرفت دیگه بازی بعد اصفهان نمیرفت. آقا بازیکن داشت کنار خط، من همونجا بودم کنار خط، یعنی یک تکل جفا رفت، این این آهوها که میرن بالا، یه تکل جفای محکم رفت، نه جوری که قرمز باشه دیگه، گفت زد به بازیکن، بازیکن هم گفت آی همینجوری میغلطید. منم خواستم دیگه، گفتم الان موقعشه، گفتم پرچم بزنم از اونایی که تکون میدن. ما یه علائمی داریم وقتی تکون بدی یعنی آقای داور اوضاع خرابه. ما تا خواستیم پرچم رو بزنیم یه اینجوری تکون بدیم، آقا شانس افتاد، یک آوانتاژی شد برای بازیکن حریف، بازیکن حریفم رفت سانت کرد و یارو از بالای دروازه، اصلا استادیوم رفت هوا. علی گفت که منو چه آوانتاژ دادیم. دوباره آقا میگه آقا چی آوانتاژ؟ زدم ساق پای یارو رو خراب کردم. حالا یه جوری میگفت که هیچ کس نفهمه، فقط ما میدونستیم. آقا من عذاب وجدان گرفتم، زدم پای یارو رو خورد کردم. آقا نمیدونم بازیکنم کی بود، بلند شد نمیدونه جریان چیه. گفت نه علیرضا، خورد به مدافع گارد من، نه چیزی نشد. هی بابا هیچی دیگه. اون لحظات آخرم با علی خیلی به قول معروف چیز بود، با علی رفیق بود، با علی خسروی. علی خسروی رفت گفت که خدا بیامرز با آقا منصور فریدری. آقا فریدری این میخواد دو اختاره بشه. گفت اه دو اختاره هم باشه، سواری میبرمش اصفهان. خلاصه بازی تموم شد، آقا نیکبخت با این ساکش عرق کرده به من گفت علی نامردین گرفت ول کرد چی بود؟ گرفت ول کرد هرچی آوانتاژ بود شما تو این بازی من دادید، واقعا نامردین. بعد آخرش هم رفتی به منصور خان گفتین. خلاصه کلی ما خندیدیم با علی از استادیوم تا خونه، واقعا خندیدیم. این یه خاطره خوبی بود از علی نیکبخت.